4. بعد از این به علامات فعل آغاز میکنیم. البته در حلقه گذشته در علامات اسم صحبت کردیم و در این حلقه مخصوص علامات فعل است و علامات فعل به خاطر از این باید بدانیم تا بتانیم فعل از اسم و حرف جدا بسازیم و این یک علم بسیار بزرگ است. هر وقتی که ما تانستیم و قادر به این شدیم که این کلمه را که عبارت از اسم و فعل و حرف است از هم تفکیک کردیم و جدا ساختیم، بسیار زیاد این به معنا و به فهمیدن جملات برای ما کمک میکنه. پس به علامات فعل که فعل به معنا در نفس فعل دلالت میکنه و مرتبط به زمان است و زمان هم برتان شرح دادیم که یا گذشته است یا حاضر است یا آینده. مثلا میگویی که شریبه این در زمان گذشته نوشید، یشربو در زمان آینده می نوشه و اشرب امی حالا بنوش. دیگه نشانی های فعل که در نزد ما در این صفحه ثبت شده 8 است. اولش دخول قد در اول کلمه است که قد هرگز بالای اسم داخل نمیشه. مثلا میگی قد کتبه، قد درسه، قد جلسه، قد قامت صلاتو، قد افلح المؤمنون. قد یعنی به تحقیق. علامه دوم سین است که سین بالای اسم داخل میشه. در یکتوبو میگیم که سیکتوبو، به خاطر از اینکه غالبا سین در فعل مضارع داخل میشه. سیکتوبو، سیقرأو، سیقولو، سیضربو، سیسافرو و بمیتر. سوم نشانی فعل سوف است که قبل از فعل داخل میشه و میگویم که سوف یقومو، سوف یکتوبو، سوف یعطیک ربک فترضا، سوف تذهبو و بمی ترتیب. چهارم اتصال حروف جازمه بالای فعل است. فعلان فعل مضارع، البته فعل مضارع 3 حالت دارد در اعراب: یا مرفوع است، یعنی به معنای ازی که ما قبل از او نه حروف جازمه است و نه حروف ناصبه، میگه یسمع، یکتب، یذهب، کل ازی در آخرش ضمه است. اما مجردی که حروف ناصبه و یا حروف جازمه قبل از فعل مضارع آمد او را مجزوم می سازند. و البته حروف جازمه 5 است که انشاءالله در وقت معینش بر شما شرح داده میشه. در اینجا تنها یک مثال است که لم یسمع، یعنی لم بالای فعل مضارع داخل شد و عوضی که یسمعو بود یعنی در آخر ضمه بود، ایره مجزوم ساخت یعنی آخرش سکون داد. لم یسمع، لم یکتب، لم یضرب، لم یلد، لم یولد و به این ترتیب دخول حروف جازمه مخصوص افعال است و فعلا فعل مضارع که فعل مضارع اعرابش امیست که اگر در آخرش نون ساکنه و نون نسوه و نون توکید نباشه او معرب است و اعرابش اما مرفوع است و اما منصوب است و اما مجزوم است. و اما دو فعل دیگه که عبارت از ماضی است او همیشه مبنی است و همچنان امرام همیشه مبنی است. پنجم
اتصال ضمایر مرفوعه. ضمایر جمع ضمیر است و ضمیر کنایه از اسم است که او اسم یا مثلا متکلم می باشه یا مثلا مخاطب می باشه یا غائب می باشه، او را کنایه از اوست. که مثلا تعلم تو در ایجت تا کنایه از شخص است، یعنی ما درد دیدم. تعلم تو ایر تارا در ایج بنام تای ضمیر مرفوع یا ضمیر متکلم است. زمانی که ای ضمیر با فعل یک جا میشه میگی تعلم تو، تأثر تو، و به می ترتیب تای تأنیس ساکنه مثلا جلست، کتبت، قرأت، ای مفرد مؤنث است. دیگه امر و نهی که علامه هفتم و هشتم فعل است، ای او هرگز در اسم داخل نمیشه. مثلا میگه اضرب، اکتب، اجلس، اشرب، امشی، و به می ترتیب علامه نهی لا تضرب، لا تأکل، لا تدرس، لا تنم، و به می ترتیب ای لای نهی و امر تنها بالای فعل داخل میشه. ای بود نشانی ها و علامات فعل.